ما واکنش ها به بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر مشهور سینما ادامه داره در یکی از مهمترین واکنش ها جشنواره فیلم کن خواستار آزادی فوری ترانه علی دوستی بازیگر ایرانی شد و نوشت او در پی حمایت از جنبش آزادی خواهی در کشورش بازداشت شده همزمان امروز و برای دومین روز متوالی گروهی از سینماگران مقابل زندان اوین در حمایت از او تجمع کردن مانی حقیقی کارگردان شناخته شده سینما هم با انتشار ویدیویی از علی دوستی حمایت کرد و به وزیر ارشاد و گفت ما در گوشه کشور عزیزانمون رو خاک میکنیم و توقع نداشته باش برای تو برخصیم همراه میشیم با کاوه عباسیان فیلمساز و مدرس فیلم و رسانه در دانشگاه آقای عباسیان مشخصا دستگیری بازیگری در سطح ترانه علی دوستی مشخص بود که واکنش های گسترده در سطح بینون مللی خواهد داشت اما حکومت این کار رو کرد مشخصا چه بهره ای از این موضوع میبره که حاضر شده چه هزینه ای رو بده خیلی ممنونم بابت دعوتتون بابت این فرصت و سلام خدمت شما و سلام خدمت این انگانتون. حکومت جمهوری اسلامی ایران که از همون ابتدای تولد خودش بنیاد خودش رو بر اساس دشمنی با زیبایی هنر و خلاقیت بنا بود این بار هم تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده دلیل اینکه که میره سراغ کسایی که حالا از یک شهرت داخلی و جهانی برخوردارن یک یک دلیل مهمش ساکت کردن این هنرمندانی که تصمیم گرفتن در این دوره انقلابی در این در طی این جنبش انقلابی تبدیل به صدای مردم بشن سلبریتی ها چرا سلبریتی شدن برای اینکه یک مردمی یک جمعیت میلیونی در, در در داخل و در خارج از ایران اونها رو حمایت کردن از فیلم های اونها خوششون و اینها در یک دوره های یک تعدادشون تصمیم میگیرن که تبدیل به صدای همون مردم بشن این بار البته جمهوری اسلامی اشتباهی که انجام داده در دستگیر کردن شخصیتی مثل ترانه علی دوستی اینه که این آدم نه تنها در داخل از ایران بلکه در خارج از ایران هم از شهرت بسیاری برخوردار در مقابل در مقایسه با بسیاری دیگر از سلبریتی های ایرانی به همین باعث شده که رسانه های خارج از ایران جشنواره های خارج از ایران شخصیت های سینمایی و هنری خارج از ایران هم روی موضوع فکوس داشته باشند. اما میگین هدفش این بوده که سرکوب رو بیشتر بکنه هنرمندان رو در حقیقت خفه بکنه اما چیزی که در عمل داریم میبینیم اینه که صدای بسیاری بلند شده دیروز نیکی کریمی فریبرز عربنیا که تا حالا به این شدت انتقاد نکرده بودن امروز ویدئویی که مانی حقیقی بیرون داد و انتقادات تندی رو به وزیر ارشاد انجام داد به نظر نمیرسه که تاکتیک موفقیت آمیزی بوده باشه از طرف جمهوری اسلامی تاکتیک موفقیت آمیزی نیست به همین دلیل که خیلی ها تبدیل به تصمیم گرفتن که هنرمندی که صدای اونها شده بود حالا اونها صدای اونها بشن و همونطور که شما اشاره کردید هنرمندان و سینماگرانی که حتی حتی کسانی که در تمام این مدت شاید سکوت کرده بودند حتی کسانی که در سالهای قبل و در ماههای قبل از سمت برخی از مردم برخی از اعضای این جنبش انقلابی بیم اون میرفته که این ها، این آدمها جانب حاکمیت رو بگیرن حتی اونها هم تبدیل به صدای مردم شدن تبدیل به صدای این سلبریتی ها شدن ولی در این حال من باید این نکته هم ذکر کنم که درست خیلی از هنرمندان از جمله بهمن فرمانان رو رخشن و اینها رفتن در مقابل بازداشتگاه در مقابل زندان ها در اعتراض به دستگیری ترانه الودیوستی اعتراض خودشون رو اعلام کردن حضور فیزیکی به هم رسوندن ولی نباید نباید اینو فراموش کنیم که ترانه علی دوستی با اینکه حقانیت خودش رو ثابت کرد حمایت خودش رو از این جنبش ثابت کرد ولی فقط یک نفر از تمام کسانی که در این در این جنبش تمام اون 18 هزار که در زندانن بازداشت شدن و, و همچنین یک نفر از اون صدها هنرمندی است که زندان شدن بازداشت شدن تهدید شدن ممنوع الخروج شدن ممنوع تصویر شدن و الان یک یک جو خفقان خیلی عجیبی بر فضای هنری سینمای ایران حاکمه همونطور که ما الان تبدیل به صدای ترانه علی دوستی شدیم همونطور که بسیاری از کانون ها انجمن های مختلف الان دارن سعی میکنن که خبر ترانه علی دوستی رو منتشر بکنن حمایت فستیوالها و شخصیت خارجی رو بگیرن همونطوری هم ما باید صدای امثال حسین محمدی بشیم بازیگر تئاتر که الان زیر حکم اعدامه همونطور هم ما باید صدای بسیاری حتی اون, اون کسانی که فیلمبردارانی که در حین فیلمبرداری از صحنه های خروش خیابانی مورد اصابت مستقیم گلوله قرار گرفتن و کشته بشن اونها هم به نظر من سی در تعریف جدید ما از سینما سینماگر محسوب میشن ما باید صدای تمام هنرمندان و تمام زندانیان باشیم که در زندان هستن و این خواسته رو ما میتونیم به عنوان جامعه مدنی ایرانی از این هنرمندان و از این سلبریتی ها داشته باشیم که همین همین فوکوسی و همین شهامتی که در دفاع از ترانه علی دوستی رو نشون دادن همین شهامت و همین حقانیت رو در دفاع از تمام بازداشتی های این جنبش انقلابی و به خصوص هنرمندانی که همسنفی های اونها هستن هم نشون بدن سفاسگزارم از شما کاوه عباسیان فیلمساز و مدرس فیلم و در دانشگاه ممنونم